بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تو کیستی که در اندیشه رسول خدایی، فروغ چشم حبیب و چلچراغ هدایی؟ تو در کمند تولای اهل بیت اسیری، تو حمزه هستی و از هرچه هست و نیست رهایی. با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان. و سلام بر شما خوبان و عزیزان بیننده. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید جور و صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. تسلیت عرض می کنم ایام شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و همینطور حضرت سید عبدالعظیم حسنی، رحلت حضرت سید عبدالعظیم حسنی را خدمت همه شما خوبان و عزیزان بیننده. با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم و در خدمت جناب استاد توکلی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوشم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز که برنامه ما رو تماشا میکنن. امیدواریم که در این روز عزیز که مصادف هست با شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و شهدای جنگ احد و همچنین رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی که ایشون هم از اجله اصحاب ائمه علیهم السلام بوده، بتونیم مطالبی رو عرض کنیم که مورد استفاده بینندگان عزیز قرار بگیر انشاءالله تعالی. استاد خیلی ممنون از حضورتان، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. همطوری که استاد فرمودین، خب ایام دو تا مناسبت هست، هم شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و هم رحلت حضرت سید عبدالعظیم حسنی. در رابطه با رحلت حضرت سید عبدالعظیم حسنی، استاد شب گذشته دوستان عزیزان همکاران خوبم برنامه مفصل داشتن و در قسمت و به این مناسبت صحبت‌های لازم صورت گرفته. موضوعی را که ما در خدمتان هستیم استاد، جنگ احد و جایگاه حضرت حمزه سید الشهدا در تاریخ اسلام هست. نخست اگر اجازه بدین از اینجا شروع بکنیم که استاد، چرا جنگ احد اتفاق افتاد؟ بیشتر و عامل جنگ چی بود؟ بله، همونطور که در جریان هستید هم شما و هم بینندگان گرامی، در طول 23 سال بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام اتفاقات بسیار زیادی افتاد، بحران‌های زیادی بود، شادی‌ها و غم‌ها و از جمله جنگ‌های زیادی اتفاق افتاد که البته این جنگ‌ها بر پیامبر و مسلمان‌ها تحمیل شد. این نکته رو عرض بکنیم که پیامبر بزرگوار اسلام و اصحاب ایشون هیچگاه خواهان جنگ و طالب جنگ نبودن به هیچ عنوان. بر اساس آیه شریفه قرآن که می‌فرماید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن، ای پیغمبر مردم را دعوت کن به دین مبین اسلام، به تعالیم الهی و وحیانی خودت از طریق حکمت. حکمت یعنی سخن مستدل مبرهنی که عقل پسند هست و فطرت انسان، وجدان انسان او را میپذیرد و همراه با دلائل خرد پسند و خرد پذیر هست. پیامبر ما پیامبر عقلانیت است، پیامبر رحمت است، پیامبر مودت است. این پیامبر اسلحه او برای تبلیغ حکمت است. حکمت یعنی سخنی که در او ملاطفت است، انسانیت است، رحمانیت است و همچنین دلائلی که انسانهایی که وجدانهایی بیدار دارن میپذیرن. بعد از حکمت فرمود موعظه حسنه، یعنی صرفا دلایل عقلی
نگو صرفا متوسل به دلایل علمی نشو، چون همه افراد جامعه انسانهای عالم و دانشمند نیستند. بله از طریق اخلاق، از طریق موعظه‌ای که در او در واقع روح مهربانی موج میزنه، از طریق همه فهم باشه، بله همه فهم است، از طریق ملاتفت با مردم، از طریق همگرایی و همافزایی با مردم و از طریق ایجاد محبت در بستر جامعه تبلیغ کن، دعوت کن، دعوت خود را به سرانجام برسان. و اگر کسانی طالب جدل شدن و اگر کسانی سخن حکیمانه تو را نپذیرفتند، موعظه حسنه تو را نپذیرفتند، و جادل هم بلتی هی احسن، اگر خواستند که دلایل بیشتری خواستند، با جدال احسن با آنها برخورد کن. در جدال احسن ما طالب اقناع خصم هستیم، البته به شرط اینکه حقیقت زیر پا گذاشته نشود. این مقدمه لازم هست که عرض بکنم خدمت بینندگان. پیامبر ما از این طریق تبلیغ میکرد، ولی خب در جاهایی از تاریخ اسلام هم میبینیم که عده‌ای که عناد داشتن با حقایق و نمیخواستن حقایق بپذیرن، عالمان و آمدن کتمان حقیقت میکردن که مصداق کفر هستن از نظر قرآن، مثل ابو جهل ها، ابو سفیان ها، ابو لهب ها، اینها در مقابل این پیام حق می ایستادن و مردم و طرفداران خودشون رو تحریک میکردن، از جهل جهال سوء استفاده میکردن برای برپا داشتن جنگ. لذا پیامبر جنگ ها برایشون تحمیل میشد. پیامبر صلوات الله و سلامه علیه خب در جریان هستید 13 سال در مکه بود، به اضافه او 3 سالش به ابی طالب و 10 سال در مدینه. در طول این سالهایی که پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه در مکه بودن، جنگ های زیادی بر حضرت ایشون تحمیل شد. الله. از جمله جنگ بدر تحمیل شد، که در جنگ بدر مسلمان ها همونطور که آیات قرآن هم اشاره داره، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، و یا اون آیه شریفه که میفرماید ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، ای پیغمبر بیاد بیار او ایامی که خداوند در جنگ بعد تو و مسلمان ها رو کمک کرد در حالی که شما در موضع ضعف قرار داشتید. در جنگ بعد که اولین جنگی بود که بر مسلمان ها و پیغمبر تحمیل شد، مسلمان ها به حمد الله به لطف رشادت های پیامبر و اصحاب پیامبر از جمله امیر المؤمنین و خود حضرت حمزه سید و شهده که امروز روز شهادت ایشون هست، به پیروزی بسیار درخشانی رسیدن و کفار قریش از جمله ابو جهل و ابو سفیان بسیار مخذول و منکوب شدند، احساس حقارت عجیبی کردند و در اون نظام قبایلی که در عربستان حاکم بود، خب این خیلی باعث سرشکستگی بود که یک قبیله ای در مقابل عده اندکی شکست بخورن. اینها همه باعث شد که یک عقده تاریخی و قومی در قریش و در سران قریش ایجاد بشه، از جمله ابو سفیان که خودش سرکرده این جنگ هست، سردمدار این جنگ هست، ایشون قبایل زیادی با خودش همراه کرد. در تاریخ داریم که قبیله بنی سقیف و قبایل دیگر با خودش همراه کرد، حدود 3000 جنگجور آماده کرد برای اینکه انتقام جنگ بدر از پیغمبر و مسلمان ها بگیره. این در شرایطی است که پیغمبر در مدینه هست و 13 سال در واقع حضور پیغمبر در مکه تمام شده، پیغمبر آماده تشکیل یک جامعه مدنی مترقی متعالی الهی هست. خبر میرسه به پیغمبر که کفار قریش به سرکردگی ابو سفیان آماده جنگ هستن با شما. بله. پیغمبر اصحاب بله جمع میکنه، با اونها مشورت میکنه و اینجا نظریات مختلفی مطرح میشه. عده مخصوصا جوان ها میگن که ما از شهر بیرون بشیم، بیرون از شهر مدینه با کفار قریش جنگ کنیم. عده هم معتقدن که باید در داخل شهر مدینه درگیر بشیم با کفار و اونها در واقع غافلگیر کنیم. چون اکثریت اصحاب معتقد بودن که از شهر خارج بشیم، پیغمبر نظر اکثریت پذیرفت، از شهر خارج شدن در منطقه‌ای به نام احد که کوهی هست به نام کوه احد و کوه عینین، در اونجا آماده رزم شدن با کفار قریش
که خب البته تعداد مسلمان ها در تاریخ هست که 1000 نفر، بین 1000 و یا 700 نفر بود، در همین حدود بین 1000 نفر برای و یا دفاع 700 آمدن نفر بیرون از شهر کدام لشکرکشی صورت نگرفته؟ نه نه، پیغمبر لشکرکشی نکرد. پیغمبر صرفا اینجا هدفش دفاع از مدینه و شهروندان مدینه و از امنیت مردم، زنان، کودکان، پیرزنها و اقشار آسیب پذیر بود. به همین دلیل آمدن در خارج از شهر مدینه منطقی به نام احد را انتخاب کردند و آماده جنگ با کفار قریش شدن. اگر فرصت هست که من ادامه بدم. بسیار عالی، تشکر استاد، چون سوال خواهش میکنم. بیشتر داریم، بله بله زمان محدود را خواهش داریم، میکنم. کوتاه مختصر اینها استاد. خوب، همطور که فرمودین در نبرد اولیه خب پیروزی و آنچه که تاریخ گفته و موثق هست، در اینجا که نبرد صورت میگیره یک نبرد اولیه را داره بله. که در اون مسلمین خب پیروز میشه. بعد در این پیروزی نقش انصار و مهاجرین و همینطور بله. نقش حضرت حمزه و همینطور حضرت امیرالمومنین علیه السلام در این جنگ هست بسیار دیگه، عالی. نقش اینها چی هسته؟ بسیار عالی. استاد به تعبیر دیگه چگونه مثلا پیروزی به وجود آمد؟ بسیار عالی. من یکی بله. دو تا مطلب مقدماتی عرض کنم برای که مطلب واضح بشه و بله. آشکار بشه و بعد برسیم به سوال حضرت عالی. ببینید، تعداد بله. لشکر قریش بسیار بیشتر از مسلمان ها بود. مسلمان ها بین 700 تا 1000 نفر بودند. در لشکر قریش که حدود 3000 نفر حتی در تاریخ داره که 2000 پیاده نظام و 3000 سواره داشتند. این لشکر قریش در واقع 3 تا جبهه داشتند. جبهه سمت راست داده بودند به خالد ابن ولید، جبهه سمت چپ داده بودن فرماندهی لشکر به اکرمه پسر ابو جهل، و در وسط، دقت کنید، در وسط هند جگرخوار همسر ابو سفیان، یک زن اینجا با سوء استفاده از احساسات زنانه مسئولیت رهبری لشکر در وسط لشکر به عهده میگیره و اون اتفاقاتی که میفته. بله، پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه لشکر تقسیم میکنه با اون دید تیزبینانه و بله. اون هوش قوی که داشت. استاد ما خیلی معذرت میخوایم که صحبت های شما را قطع کنیم. این پارت اول برنامه را یک وقفه ببینیم و بعد دوباره ادامه صحبت ها را میشنیم. خیلی زیبا و شیرین، ولی خب دیگه برنامه ما همینجا روالش همین ایجاب میکنه. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از همراهی تان. پس از میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. یا صاحب الزمان، شود آیا که شبی بر دل من یار شوی؟ یار این خسته غم دیده بیمار شوی. سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشم، دل من آب شده کی تو پدیدار شوی. با کلافی بنشستم سر بازار رخت، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شدی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خری، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خری، شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی. ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، چه شود گر تو مدد کار دل زار شدی. شعله خیمه آتش زده گوید که بیا، زائر بی کفن بی سر و خونبار شدی. اللهم عجل لولیک الفرج. بیننده های عزیز گرامی، دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. مثبت 964 780 255 4013 پل ارتباطی میان شما و برنامه ای به وقت بیداری هست. میتونید نظریات ارزنده، سوال و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما شریک بسازید و همچنان تمام برنامه هایی به وقت بیداری در صفحات اجتماعی آپارات،
تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب بارگذاری میشه و اگر یک وقت فرصت نکردید که برنامه رو به وقت خودش ببینید، میتونید از او سایت ها دیدن بکنید و از برنامه استفاده لازم را ببرید. ادامه برنامه به وقت بیداری را در خدمت جناب استاد توکلی هستیم. حضرت استاد سلام مجدد شما. سوال این بود که چگونه یک پیروزی اولیه در جنگ احد به وجود آمد؟ بله، پیامبر بزرگوار اسلام یک شخص بسیار باهوش بود ایشون، حالا غیر از اون عقل قدسی که ازش بهرمند بود و ارتباط با عالم بالا و عالم وحی داشت، ایشون فوق العاده انسان هوشمندی بودن و منطقه را از نظر نظامی وقتی بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که در بالای کوه عینین که یک گردنه ای بود که از پشت راه داشت، 50 نفر تیرانداز مأمور کردند که در اونجا باشند. در هر شرایطی اونها حق نداشتند که منطقه را ترک بکنند. بله. چه مسلمان ها پیروز بشن در جنگ و چه شکست بخورن. ایشون دستور داده بودن که فکر میکنم فرمانده اونها هم عبدالله ابن جبیر بود، در بالای اون منطقه باید مستقر میشدن، برای اینکه در واقع کفار و لشکر قریش نتونن مسلمان ها رو دور بزنن، از پشت به اونها حمله نکنن و مسلمان ها غافل گیر نشن. وقتی که جنگ در گرفت، حضرت علی علیه السلام و حضرت حمزه سلام الله علیه رشادت های زیادی کردند. این نکته لازم هست که گفته بشه، بینندگان عزیز ما بدونن، خیلی جالب هست. در جنگ های گروهی و تن به تنی که در اون زمان اتفاق می افتاده، مخصوصا بین دو تا قبیله، که خب اینجا جنگ جنگ عقیده است، جنگ قبیله نیست، از همه قبائل هم بین مسلمان ها هم بین کفار هست، پرچمدار هر لشکری بسیار مهم بوده که این پرچمدار کی باشه، شجاع ترین، با فراست ترین، زیرک ترین و چابک ترین فرد را انتخاب میکردن به عنوان پرچمدار. حضرت علی علیه السلام با مشورتی که با پیامبر داشتن، پرچم دادن دست حضرت حمزه سید الشهدا که ایشون از این طرف پرچمدار بود. در سمت مقابل هم 8-9 نفر پرچمدار در واقع قریش بودن که لشکرشم هزار نفر. بله بله، حضرت علی، این جالبه این نکته بدونیم، اینجا حضرت علی علیه السلام در جنگ های تن به تنی که داشتن، یکی پس از دیگری پرچمدارهای لشکر قریش به درک واصل میکنن، میکشن. حتی در تاریخ داره که 9 بار پرچم قریش عوض شد، یعنی 9 نفر پرچم به دست گرفتن، در مقابل حضرت علی آمدن و حضرت حمزه و کشته شدن. در همین جنگ یا جنگ در همین جنگ در همین جنگ احد، بله، و کشته شدن و این باعث در واقع شکست روحی قریش شد. این باعث شد که چون نگاه تمام لشکر به پرچم بود و پرچمدار، یکی پس از دیگری پرچمدارها کشته می‌شدن، نفر بعدی پرچم دست می‌گرفت، او هم کشته می‌شد. به خاطر رشادت های حضرت علی و حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام، اینجا میبینیم که هند جگرخوار که خودش فرمانده وسط لشکر بود، یک غلامی داشت به نام وحشی، به او قول داده بود که اگر حضرت حمزه سید الشهدا به شهادت برسونی متول آزاد میکنه، و این آدم هم به خاطر اینکه آزاد بشه بسیار موجود وحشی بود، در تاریخ هم بله 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 در تاریخ هم موجود هست، آمد و از پشت حضرت حمزه سید الشهدا را غافلگیر کرد و حضرت به شهادت رسوند. وقتی که حضرت سید الشهدا به شهادت رسید، اونجا داریم در تاریخ که هند آمد. هند کی است؟ هند همسر ابو سفیان و مادر معاویه است و مادر بزرگ یزید است. آمد جگر حضرت حمزه را باز کرد و جگر حضرت حمزه را به دندان گرفت و میخواست که بخوره. ببینید، به این دلیل هم هست که معروف شده به هند جگرخوار. اینا اینقدر بغض و کینه داشتن نسبت به پیغمبر و نسبت به اسلام. بعد از این که پرچمدارها یکی پس از دیگری کشته شدن، یک هزیمتی در لشکر قریش ایجاد شد، ترسیدن، عقبه لشکر ترسید و پا به فرار گذاشتن، از جمله خالد ابن ولید که حدود 200-300 نفر زیر دست او بودن فرار کردن، رفتن. عده ای از مسلمان ها که در بالای کوه عینین مراقب بودن و تیرانداز بودن و پیغمبر فرموده بود که این منطقه رها نکنین، متاسفانه از فرمان عبدالله ابن جبیر تخطی کردن، آمدن پایین علی رغم اصرارهای فراوان عبدالله ابن جبیر.
درست. آمدن پایین برای به دست آوردن غنایم، و این باعث شد که بله. خالد ابن ولید از پشت دید که یه حدود دارن ده رها نفر، میکنن بله سنگر رو. بله از این 50 نفر حدود 10 نفر فقط باقی موندن، آمد و از پشت حمله کرد به مسلمان ها، هر 10 نفر به شهادت رسوند و یک هجوم غافلگیرانه بسیار سختی بر مسلمان ها اتفاق افتاد که در این وسط بله. عده زیادی به شهادت رسیدن، حدود 70 نفر شهید شدن، که اگر نبود رشادت های حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت حمزه که قبلش به شهادت درست. رسیده بود، وجود مبارک پیغمبر جان ایشون به خطر می افتاد. یک زنی باز اینجا ببینید زنها بله. چقدر نقش دارن، درست. آمد پرچم افتاده لشکر شکست خورده قریش برداشت، دوباره بله. عده دور او جمع شدن، منسجم شدن، حمله کردن به مسلمان ها، به حدی رسید که در تاریخ داریم که در مقاطعی از جنگ احد فقط وجود مبارک حضرت علی باقی ماند و پیغمبر، و حضرت علی در این جنگ، حالا بله. تاریخ متفاوته، زخم های عمیقی دید. بعد از اینکه حضرت علی از وجود پیغمبر در واقع محافظت کرد، عده دیگری پیوستند. در همین جنگ درست. هست که شایعه شهادت پیغمبر در واقع در بله. بین لشکر میفته، کسی به نام مسعبر میکشن و ایر به نام پیغمبر ختم میکنن، میگن پیغمبر به شهادت رسید. ای باعث میشه که روحیه مسلمان ها تضعیف بشه، بله، چون رهبر خیلی مهمه. بله. ببینید او کسی که در وسط در واقع ستون خیمه است، وجود مبارک پیغمبر و امیر المؤمنین هست. بله. و بعد از این که اون آیه نازل میشه بر پیغمبر که پیغمبر به این مؤمنین بگو که اگر پیغمبر رحلت بکنه یا به شهادت برسه، اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، آیا شما برمیگردید به او جاهلیت؟ پیغمبر اگر شهید هم بشود، خدای پیغمبر زنده است، دین پیغمبر زنده است. بنابراین خلاصه عرض کنم، جنگ مختومه میشه با شهادت عده زیادی از مسلمان ها، و اینجا دو تا سه تا مطلب به دست میاد، یکی رشادت حضرت حمزه است که پرچمدار بود، و یکی رشادت های حضرت امیر المؤمنین که خود حضرت در بحث سقیفه بنی ساعده و بحث خلافت اونجا اشاره میکنه که ما بودم که 9 نفر از علمدارهای لشکر قریش به درک واصل کردیم و کشتیم. استاد نخواستم وسط صحبت های شما بیاییم، بسیار شیرین زیبا بود، و یک چیزی را که خیلی در اینجا آدم متحیر میسازه اصلا خیلی متفاوته، یک این همه کینه از کجا میه؟ بله. که بعد از یک آدمی به شهادت میرسه، کسی دیگر بیه بدن ایره بگره و خلاصه جگر ایره بیکشه بیرون و دندان بگیره، این کینه باعث چی؟ از بله. کجا نشأت میگرسه؟ بسیار سوال به جای فرمودید. ببینید هم شما و هم بینندگان عزیز بله. حتما آیات اولیه سوره مبارکه بقره خوندن بارها و بارها، در همو در واقع آیات اولیه داریم که ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. پیغمبر کسانی که کافر شدن، چه اونها تبلیغ بکنی، انذار بکنی به ترسانی از آتش جهنم، و چه انذار نکنی، اینا ایمان نمیارن. سوال اینجاست که این کسانی که ایمان نمیارن، حتی اگر پیغمبر اونها تبلیغ بکنه، اینا کیان؟ کفار معمولی و عادی، کسانی که هنوز مسلمان نشدن، ظاهرا اینا که تبلیغ در اونها تأثیر میکنه، چه پیغمبر و چه اصحاب پیغمبر و چه علما الان، کسانی که طالب حقیقتن، وجدان بیدار دارن، عناد با حقیقت ندارن، و ولی خب جاهل قاصرن، حقیقت به گوش اونها نرسیده. اگر تبلیغ درست بشن، اینها قطعا هدایت میشن، همونطور که امام رضا علیه السلام فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم با زیبایی کلام اهل بیت و قرآن آشنا بشن مسلمان میشن. خب این کفار کدوم کفار هستن؟ اینجا من لازم هست که یک اشاره خیلی کوتاهی داشته باشم. ببینید کفر یک کفر فقهی است و یک کفر حقیقی و قرآنی و اخلاقی. کفر فقهی همینه که بسیاری از انسان‌ها همین الان هم در زمان ما هستند که ندای اسلام به گوش اونها نرسیده و خب مسیحی زاده هستند، بله، یا دین بودایی دارن، هندو هستن، یا ما دیگر هستن، حقایق به گوششون نرسیده و کافرن. اگر حقایق به گوش اونها برسه مسلمان میشن. ببینید قرآن فرماید که کافر حقیقی کسی است که با حقیقت عناد داره، یعنی حتی بله. اگر حقیقت به او گفته بشه، به خاطر حرص و طمع و حسادت و حب دنیا
نمیخواد حقیقت بپذیره. اصلا معنی حقیقی کفر همینه. کفر یک معنی لغوی داره، کفر یعنی پنهان کردن. عرب ها در لغت به کشاورز میگن کافر، چرا؟ چون کشاورز چیکار میکنه؟ دانه در زمین پنهان میکنه. این معنی لغویه. معنی اصطلاحی کافر این است که کسی که حقیقت را بداند و او را عالماً و عامداً انکار کند، این میشه کافر. از نظر قرآنی کفر اخلاقی و حقیقی مال کسی است که حقیقت را میداند و انکار میکنه، به خاطر عرض کردم حرص و طمع و حسادت و حب دنیا و ریاست. این کسانی که احکام اسلام به گوش اونها نرسیده، اینا کافر فقهی هن. اینا اگر احکام به گوششون برسه شاید میپذیرن، مسلمان میشن، میپذیرن، شهادتین میگن و ما هیچ مشکلی با اینا نداریم. قرآن میگه پیغمبر کسانی که کافر شدن، منظور اون کفر اخلاقی و اعتقادی است، چه اونها رو انذار بکنی چه نکنی، اینها مسلمان نمیشن. مصداق یک چنین شرایطی کسانی مثل ابو سفیان، ابو لهب، ابو جهل و همین هند جگرخوار هست که در تاریخ اسلام فراوان داریم. ببینید این به خاطر عنادی که داره با حقیقت و این در واقع پیغمبر آمده او ریاست و قدرت و شهرت کاذب و دروغین از رؤسای قریش گرفته و دعوت کرده. مثل معروف دیگه، خواب زده اوی که خواب میتونه بیدار بکنه، دقیقاً خواب زده رو بیدار. بله. ببینید پیغمبر پیامش حمایت از مستضعفین و پابرهنگان بود. پیغمبر آمد کسانی مثل عمار یاسر از بردگی نجات داد و اینها رو آقا کرد، اینها رو به او حریت انسانی و ذاتیشون رسوند و به اونها گفت که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، را برده و غلام دیگری نباش، در حالی که خداوند تو رو آزاد آفریده. یاد شعر زیبای علامه اقبال لاهوری افتادم که چقدر زیبا میگه. میگه که آدم از بیبصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی در خوی غلامی ز سگان پست‌تر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد. پیغمبر آمد به اونها گفت لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. این عناد از اینجا برمیخیزه که اینا دیگران به استثمار و استهمار کشونده بودن و حضرت علی در مقابل این روحیه طاغوتی اونها، در مقابل این روحیه استکباری اونها، پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت حمزه در مقابل این روحیه استکباری ایستاد و اونا میخواستن این استکبار و این تفرعون دوباره زنده کنن. بسیار عالی استاد، یک میان برنامه ببینیم و دوباره در خدمت شما هستم. بیننده های عزیز گرامی، سپاس دارم که نگاه های ناب و مهربان تان را در این بخش از برنامه هدیه کردید. پس از یک وقفه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا من آغاز میکنم ستایش را به حمد تو و به نعمت و احسانت راه حق و ثواب را می جویم و یقین دارم که تو مهربانترین مهربانانی در هنگام عفو و بخشش و سخت ترین منتقمی در جایگاه عقاب و انتقام، و تو بزرگترین جبارانی در جایگاه بزرگی و کبریایی. بار خدایا تو به ما اجازه دادی که به درگاهت دعا کنیم و حاجت طلبیم، پس ای خدای شنوا سپاس مرا بپذیر و دعایم را اجابت فرما و از لغزشم به کرمت درگذر، که چه بسیار تو غصه و اندوه ها را برطرف کرده ای و هم مغم ها را زائل ساخته ای و لغزش ها بخشیده ای و رحمت ها منتشر بر خلق نموده ای و زنجیر های بلا را در هم گسسته ای. سپاس و ستایش خدایی را که جفت و فرزندی نگرفتم و او را در ملک وجود شریکی نیست و قدرت کاملش بی نیاز از یار و مددکار است و بزرگترین تکبر را سزاوار است. ستایش خدا را به جمیع اوصاف کمالیش
بر تمام نعمتهای بیشمارش. ستایش خدای را که در ملکش هیچ مخالفی ندارد و در امر و فرمانش خصمی کشمکش نتواند. ستایش خدا را که در آفرینش او شریک نباشد و در بزرگی و بزرگواری او را مانند نیست. سپاس و ستایش خدایی راست که امرش در خلق نافذ و اوصافش آشکار و مجد و بزرگواریش به لطفش پدیدار است و دست عنایتش به جود و بخشش بر خلق گشاده و باز است. بیننده های عزیز گرامی، دوباره خوش آمدید و یک سلام هم عرض بکنم خدمت و از عزیزایی که تازه به جمع بیننده های ما پیوستن. شما بیننده برنامه به وقت بیداری هستید با موضوع جنگ احد و جایگاه حضرت حمزه سید و شهدا در تاریخ اسلام و همچنان در خدمت جناب دکتر توکلی هستیم. جناب دکتر صاحب سلام مجدد خدمتتون. سلام علیکم. استاد، حضرت حمزه سید و شهدا چی جایگاهی را در اسلام داره؟ بله، و چی کار را بر اسلام انجام داده؟ بله، من دو تا مطلب را عرض میکنم در پاسخ به سوال حضرت علی. اولا اینکه حضرت حمزه سید و شهدا علیه السلام، ایشون از کسانی هست که از بزرگان قریش هست، عموی پیغمبر هست، فرزند حضرت عبدالمطلب علیه السلام هست و در بین قبیله قریش از جایگاه بسیار ارزشمند و بلندی برخوردار هست. خب ایشون 3 یا 4 سال قبل از آمولفیل متولد شد، تفاوت سنی زیادی با پیغمبر نداشت، ولی در ببینید در او مراسم ازدواج پیغمبر با حضرت خدیجه شرکت داشت و اینکه یک جوان که حدوداً مثلا 27-28 ساله بوده در مراسم ازدواج به ازدواج پیغمبر شرکت میکنه، در مراسم خطبه نکاح پیغمبر شرکت میکنه و جزء بزرگان قریش هست. این اولا. ثانیاً این که حضرت حمزه در تاریخ آمده که چند وقت کلیددار کعبه بود. بله. و قبایل قریش به ایشون احترام خاصی قائل بودن. وقتی که ایشون وارد مسجد الحرام میشد برای طواف کعبه، برای ایشون کوچه باز میکردن و اصلا این رسم عرب بوده که وقتی یک بزرگی وارد میشده اجازه میدادن که اول او طواف بکنه و بعد دیگران طواف بکنن. حضرت حمزه قبل از اسلام شکارچی بود، میرفت به شکار. این حکایت در تاریخ آمده، هم در تاریخ طبری و هم در سیرت النبی ابن هشام مفصل نقل شده. ایشون شکارچی بود، میرفت به شکار، بعد از اینکه از شکار میامد دور خانه کعبه طواف میکرد و بعد میرفت در مجالس قریش اونجا شرکت میکرد برای دید و بازدید فامیل ها. یک روزی پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه در بیرون از شهر مکه بودن، ابو جهل در منطقه صفا پیغمبر تنها دید، ناسزاهای بسیار بدی نثار پیغمبر کرد، دشنامهای بسیار بدی به پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و پدر پیغمبر نثار کرد. پیغمبر اینجا از خودشون خیشتنداری به خرج دادن و هیچی نگفتن، از باب و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سکوت اختیار کردن و هیچ نگفتن. یک زنی شاهد این قضیه بود و آمد به مکه، حمزه سید الشهدا دید که ایشون تازه از شکار آمده بود و میخواست بره طواف کعبه بکنه. به حمزه مسئله رو گفت، گفت که حمزه میدونی که ابو جهل با برادرزاده تو چه برخورد سخیف و زشتی کرد؟ قصه تعریف کرد که من شاهد قضیه بودم و ابو جهل جسارت های بسیار زیادی کرد. حضرت حمزه بسیار خشمگین شد، رفت وارد مسجد الحرام شد، طواف کرد، آمد که بشینه در بین قریش در مجلس اونها شرکت کنه، دید که ابو جهل هم در اونجاست، با کمانی که در دست داشت محکم
کمان کوفت بر سر ابو جهل. ابو جهل خودش بله از سران قریش هست، از بله بزرگان طرفدارانی داره در نظام قبایلی. یک پیرمرد، یک کسی که رئیس قبیله هست، بسیار محترمه. اگر کسی به او اهانت بکنه، جوانها ساکت نمیشینن، حتی در حد جنگ و قتل هم حاضرن که ایستادگی بکنن. در چنین شرایطی عده‌ای خواستن از ابو جهل دفاع بکنن. ابو جهل خودش اینجا ببینید، الفضل ما شهدت به الاعداء، گفت که به حمزه حمله نکنید، در حالی که حمزه هم خودش از بزرگان قریش بله. هست، من اینجا مقصرم. حضرت حمزه به ابو جهل گفت که تو چرا به برادرزاده من که پیامبر خداست و نبی خداست جسارت کردی، اهانت کردی و حرفهای زشت زدی؟ آیا تو نمیدانی که من به برادرزاده خود ایمان آوردم و من از مؤمنین به پیغمبر هستم؟ و بعد از این ابو جهل اگر به پیغمبر جسارت کردی، به اصطلاح با من طرف هستی و خونت به گردن خودت هست. اونقدر از خود شهامت و جسارت نشون داد که در واقع ابو جهل ترسید و تمام کسانی که در اطراف ابو جهل بودن ترسیدن. اونجا طبق شرایط عادی امکان داشت که حمله بکنن، نست. حضرت حمزه به شهادت برسونن، ولی حضرت شجاعت و در واقع حمیت نشون داد از خودش و بله. از مقام پیغمبر دفاع کرد. بعد از این قضیه دیگه کفار قریش در مکه جرأت نکردن به پیغمبر به صورت علنی در جسارت بکنن. فداکاری در اینجا کرد. یعنی در شهر مکه پیچید که حمزه طرفدار پیغمبر شده، حمزه به پیغمبر ایمان آورده، و دیگه قریش و طرفدارانشون جرأت جسارت علنی به پیغمبر نداشتن. یک در واقع حریم امنی در اطراف پیغمبر ایجاد شد و پیغمبر از یک امنیت بیشتری برخوردار شد که بعد باز تونست که به اصطلاح دعوت خودش رو علنی بکنه. درود بر شما استاد. بنا بر اختصار دیگه خودتونم توجه دارین استاد. وی فرمودین خب برگردیم سر جنگ، یکی ورق برگشت و خلاصه شکست تلخ را داشت جنگ و پایان این خلاصه پایان خوش را نبود. بله. با این همه تعریف را که بیان از وضعیت جنگ را که داشتین، خب واقعا شرایط سختی بود. بله. حضرت حمزه سید الشهدا به شهادت رسیده و این همه زخم بر بدن مطهر آقا امیرالمومنین علی علیه السلام وارد شده، چگونه جان نازنین پیامبر در امان میمانه در این بله در این صحنه خطرناک؟ بله، در اینجا ببینید ما به نقش نخبگان صحابی پیامبر از جمله امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت حمزه سید الشهدا و بقیه بزرگان پی میبریم که اینا چقدر فداکاری کردند در تاریخ اسلام. و ای که قرآن میگه اصحابقون اصحابقون اولئک المقربون، شاید اشاره داره به همین فداکاری هایی که اینا کردند. اصلا فلسفه تشکیل جنگ احد از بین بردن وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه بود. میخواستن که بساط مسلمان ها جمع بکنن، گلیم اسلام از جزیره العرب جمع بشه. به همین دلیل 5000 نفر آماده نبرد شدن و کار به جایی رسوندن که وجود پیغمبر در خطر جدی بود. در اینجا عرض کردیم که حضرت علی فداکاری های فراوان کرد، حضرت حمزه سید الشهدا فداکاری های فراوان کرد، در حدی که ببینید اصلا عرض کردم علمدار یک لشکر اولین فردی بوده که در خط مقدم جبهه وجود داشته و در واقع جسورترین فرد بوده. پیغمبر صلوات الله و سلام علیه خودش هم بسیار انسان شجاع و جنگجویی بود. بله. همونطور که قرآن در مورد پیامبران دیگه، در مورد حضرت موسی هم داره، اونجایی که دختران شعیب میگه یا ابت، میگن به پدرشون میگن که بله. یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. به حضرت شعیب میگن پدر جان موسی را استخدام کن، چون او هم قوی هست، قدرت بدنی و قدرت عقلی داره و هم قدرت اخلاقی و باطنی و روحی داره، انسان امینی است. پیغمبر از چنین شرایطی برخوردار بود، انسان بسیار قوی، شجاع، هوشمند و بسیار باذکاوتی بود. خود ایشون هم در صحنه جنگ فداکاری های زیادی کرد، باعث شد که بله پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه که ستون خیمه اسلام هست ازش محافظت بشه. فداکاری های آخر جنگ احد اگر نبود، لشکر ابو سفیان حمله میکردن به داخل شهر مدینه و مسلمان ها قتل عام میکردن و هیچ مسلمانی از دم تیغ اونها زنده نمیموند. لذا هدف این بود که وارد شهر مدینه بشن. نتونستن وارد شهر مدینه بشن و صرفا 70 نفر
از 700 نفر مسلمان به شهادت رسیدن، با اینکه عده‌ای تخطی کردن از امر رسول خدا، ولی اینجا رشادت های حضرت علی علیه السلام و حضرت حمزه و بقیه بزرگان اسلام باعث شد که از یک شکست قطعی و کامل جلوگیری بشه. لذا ببینید خود حضرت علی در بعد از این که در مسئله سقیفه اتفاق افتاد، اونجا آمد در جمع اصحاب پیغمبر همه را جمع کرد و از اونها اقرار گرفت، گفت آیا نه. من نبودم که در جنگ احد 9 نفر از علمدارهای لشکر قریش یکی پس از دیگری به درک رسوندم؟ آیا من نبودم که عمرو بن عبدود در جنگ احزاب کشتم؟ و سوالهای زیادی که همه اقرار کردن. و بعد اونجا پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه فرمود که جبرئیل بر من نازل شد و به من گفت، و ای در واقع عبارت آورد که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. در جنگ احد جبرئیل نازل شد و گفت که انسان جوان مردی نیست به معنی حقیقی و کامل کلمه الا امیر المؤمنین، و شمشیری ارزشمندتر از ذوالفقار علی نیست. ببینید اینا فضائلی است که از اصحاب پیغمبر باقی مونده، از جمله امیرالمؤمنین و حضرت حمزه. این فداکاری ها باعث شده که تاریخ بشریت عوض بشه، یعنی او جهل دوباره تکرار نشه. درست. این جنگ جنگ قطعی اونچنانه نبوده دیگه، مثلا خب از اون طرف هم 9 تا فرموده شما خب سردمدار و سرلشکر کشته شده، از این طرف هم خب به اهدافشان نرسیده که می‌خواستن گلیم اسلام رو جمع بکنن. بله بله. پس نمیتونیم کاملا بگیم که جنگ احد یک جنگی کاملا مسلمان ها شکست خورده شد. بله ببینید، شکست کامل و قطعی نبود. درست. هدف اصلی تشکیل دهندگان جنگ این بود که اصلا هیچ مسلمانی روی زمین باقی نمونه. درست. تمام مسلمان های مدینه کشته بشن از جمله پیغمبر و وارد شهر مدینه بشن. بله. نتونستن به هدف اصلی برسن، ولی بله یک شکست مقدم اتفاق افتاد. بله. و قرار بود به جای مثلا اگر اصحاب از پیغمبر اطاعت میکردن 10-15 نفر شهید میشدن. بله. ولی چون اطاعت نکردن تعداد شهدا رسید به 70 نفر. بله. و باعث شد که مسلمان ها غافل گیر بشه. بسیار عالی. استاد یک سوال دیگر هم که واقعا از اهمیت بیشتر برخوردار، ما بیشتر دنبال همی هستیم، اهمیت این جنگ چی هست؟ پیامدهایی را که اداره چی هست؟ بله. بله. این جنگ مثلا چه جایگاهی داره؟ چقدر در تاریخ اسلام تاثیر داره؟ بله. ببینید، من اینجا اشاره میکنم در جواب سوال حضرت علی به آیاتی از قرآن و بحث سعی میکنیم که مختصر و مفید جمع جور بکنیم تا بتونیم یک دستاوردهای عینی و کاربردی داشته باشیم. قرآن در سوره آل عمران از آیه 121 تا 129 در این ارتباط بحث میکنه. حالا من یکی دو تا آیه فقط خدمت شما میخونم و هم چون خدمت بینندگان عزیز. قرآن فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. مسلمان ها به یاد بیارید که خداوند در جنگ بدر شما رو پیروز کرد در حالی که شما در اقلیت بودید. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. این آیه در جنگ بدر نازل شد. خب حالا دوباره یک امتحان دیگری، امتحان سخت دیگری در پیش هست. شما در جنگ احد ببینید، باز در آیه بعدی میگه اذ تقول للمؤمنین الم یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکه منزلین، که در جنگ بعد 3000 ملائکه نازل شدن به مسلمان ها کمک کردن. حالا بس اینه، آیا قرار هست همیشه ما منتظر امدادهای الهی و معجزه باشیم؟ وظیفه ما مسلمان ها چی هست؟ مگر همین قرآن نیست که میفرماید که مختصر؟ بله خواهش میکنم. ببینید، چشم، چون فرمودید که مختصر، من دیگه وارد اون مباحث نمیشم. خواهش میکنم. ببینید اینجا قرآن میفرماید که پیغمبر، با اینکه تو در ابتدای جنگ نظرت این بود که داخل مدینه باشی، ولی چون اکثریت معتقد بودن که خارج از مدینه برید، نظر اکثریت پذیرفتی و رفتی به در خارج از مدینه. ببینید این یک نوع در واقع تمرین پیامد، بگین چی بود که تمرین دموکراسی است. این یک. بله. دومی که پیغمبر با همه عظمتش مشورت میکنه با مردم، با اصحاب. آیا آمد که مشاورهم فی الامر. ببینید مشورتی که با اصحاب کرد، اولا نقش بزرگان مسلمان ها، بعد خود در واقع مردمداری پیغمبر. بله. این که نظر اکثریت اصحاب پذیرفت، و آخرین نکته صبر در مسیر در واقع پایداری در مسیر حقیقت و حمایت از پیام. سلامت باشین، ان شاء الله خیر سلامتی بدرقه راهتان باشه.
من به صد منت خواهش ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمن به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. بیننده های عزیز و گرامی، سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همتان را به الله پاک به همتا میسپارم. ایام به کامتان، نخت خوش، خدا نگهدار.